با کیه و باطل با کیه. در باب گزاره های سابجکتیو هم که اصلا موضوعاً صدق و کذب در بابشون معنا نداره. حالا بنده عرض میکنم که با توجه به این، اگر باورهایی که ما آدمیان داریم این باورها قابل تقسیم باشن به باورهای ابجکتیو بالفعل، ابجکتیو بالقوه و سابجکتیو، اگر این باورهای سگانه هر کدام از ما آدمیان بخواد در حریم خصوصی خودمون مبنای عمل واقع بشه، اون داستان دیگری داره که اصلا من نمیخوام بحثش بشم، که باورهای سگانه من اگه بخواد تو زندگی خصوصی خودم مبنای عمل واقع بشه چه باید کرد. البته مرادم از زندگی خصوصی هم زندگی خصوصی به معنای دقیق کلمه است، یعنی زندگی که هر عملی در اون زندگی من انجام بدم سودی اگه داشته باشه فقط به جیب خودم میره و زیانی هم اگه اون عمل داشته باشه فقط از جیب خودم میره. اگر زندگی ما داشته باشیم که در اون زندگی پیامدهای عملمون چه مثبت چه منفی فقط در جیب خودمون بره و از جیب خودمون بره، این زندگی زندگی خصوصیه. بنابراین زندگی خصوصی منظورم زندگی خانوادگی نیست، چون هم زندگی غیر خصوصیه. این که کار نداره. اما اگر بخواد باورهای ماها مبنای تصمیم گیری های جمعی قرار بگیره، وقت در این صورت ما حاصلش اینه که حقیقت طلبی اقتضا میکنه که باورهای بالفعل، ابجکتیو بالفعل، اینها مبنای تصمیم گیری قرار بگیرن، مردم بخوان قرار بگیرن، نخوانم قرار بگیرن، اصلا نظرخواهی معنی نداره در این گونه موارد. حقیقت طلبی اقتضا میکنه به مردم رجوع نکنیم. اما در باب باورهای ابجکتیو بالقوه یا سابجکتیو، در اینجاست که حق و باطلی یا اصلا قابل طرح نیست در باب سابجکتیو ها، یا در باب ابجکتیو های بالقوه قابل طرح هست ولی معلوم نیست کی بر حقه و کی بر باطله. اینجا از لحاظ حقیقت طلبی وضع من و رقیبم درست مثل همه، ولی به لحاظ عدالت طلبی اقتضا میکنه که رأی هیچ کدام از ما مبنای تصمیم گیری قرار نگیرد، مگر اینکه مردمی که این آرا اگر سودی داشته باشه وقتی مبنای تصمیم گیری واقع میشه سودش تو جیب اونا میره و اگر زیانی داشته باشه از جیب اونها میره، اینجا بیان رأی بدن، بگن بله ما میخوایم این رأی قانون باشه نه اون یک رأی، رأی ملکیان قانون نباشه، رأی آقای دکتر میرحمدی قانون باشه، اشکالی نداره. چون بنابر این است که من و آقای میرحمدی به لحاظ اپیستمولوژیک، به لحاظ معرفت شناختی، به لحاظ حقیقت فقط بخوایم در نظر بگیریم وضع واحدی داریم، رجحان نداره چون ما از اقوال بر دیگری، پس عدالت اقتضا میکنه که ترجیح بدم مرجح قائل نشیم. خب حالا چیکار بکنیم؟ مردم بیان بگن ما که بناست که اگر قانون قانون بشود سودش رو ما ببریم یا زیانش رو ما متحمل بشیم، ما میگیم رأی ایشون نه رأی من. اینجاست که در واقع ما باید به افکار عمومی رجوع بکنیم. خب ما حاصل سخن این شد که در عقاید ابجکتیو بالفعل نباید رجوع به افکار عمومی کرد به دلیل حقیقت طلبی، و در افکار ابجکتیو بالقوه یا سابجکتیو باید رجوع به افکار عمومی کرد فقط به دلیل عدالت طلبی. بنات میکنید؟ این چیزیست که بنده گفتم. اینو من ازش تعبیر میکنم به سکولاریسم. حالا چرا به این تعبیر میشه به سکولاریسم؟ مرادم از سکولاریسم من روشن بکنم. من مرادم از سکولاریسم بریدن تصمیم گیری های اجتماعی از امر مقدسه. وقتی من دفاع میکنم از سکولاریسم یعنی دفاع میکنم از این که باید تصمیم گیری های اجتماعی از امر مقدس پیوندش بریده بشه. خب حالا امر مقدس از چه حیث؟ نمیخوام بپردازم به این که امر مقدس چه ویژگی هایی داره، ولی دو ویژگیش محل بحث است در اینجا. امر مقدس دو تا از ویژگیاش که محل بحث ماست در اینجا، اگرچه گفتم ویژگی های بیشتری داره امر مقدس، تا هفت ویژگی براش شمرده اند، دو ویژگیش محل بحث منه. ویژگی اولش چون و چرا ناپذیریه، ویژگی دومش هم ثباتشه. من میگم ما باید دفاع بکنیم و من دفاع میکنم از این که تصمیم گیری های جمعی در زندگی ما پیوندشون رو قطع بکنن از گزاره هایی که این گزاره ها چون و چرا ناپذیر تلقی میشن اولا و ثابت تلقی میشوند ثانیا. یعنی میگن برای همه مکان ها، همه زمان ها و همه وضع و حال ها الف بس. اینو من میگم به سکولاریسم. خب حالا میخوام اینو عرض بکنم که چرا پس این حرفی که من قبلا میزدم حالا شبیه به سکولاریسم میکنم، به دلیل اینکه اگر شما بخواید تصمیم گیری های جمعی رو وابسته بکنید به امر